امشب یکی از خاطرانگیزترین شبای زندگی منه. با اصرار فرهاد خاطرات زندگیمو چاپ و بازم به اصرار اون امشب تمام کسایی رو که اسمشون در کتاب اومده دعوت کردم. دوستانی که بعضی از آنها رو سالاست ندیدم. مادر ناتنی، مونیر و ملوک، سیمین دوست سالای جنگ، ترانه همکلاس دوران دانشگاه و برادرش تورج که پس از سالها عشق و کینه حالا نمیدونم چطور باهاش روبرو بشم. بله. امشب همه دعوتن جز من. چرا؟ مگه قرار نشده بود شما دیگه اینجا زنگ نزنید آقا؟ من باید موضوع مهمی رو بهتون بگم. حالا که همه قرار جمع بشن فرصت خوبیه خانم. این چه موضوع مهمیه که نمیشه پشت تلفن گفت؟ این راست توی کتاب شماست. شهاب. شهاب. این بار چیزی از چشای فرهاد عزیزتر ندارم که بگیری. تارا، کی بود زنگ زد؟ هیچکی عزیزم. مزاحم. بله. تو معلوم هست کجایی خانوم؟ کلاس موسیقی زهره طول کشید. داریم راه میافتیم. تو هم با این دخترت عجله کن سیمین. خواهش میکنم. چیزی شده؟ وقتی که اومدی بهت میگم. بله؟ بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. اولین نفرم یا آخرین نفر؟ اولین نفر. بیا تو. لخم بی تو خبر نیرم عزیزه. کی بود؟ مزاحم. شوخی نکن فرهاد. پرسید پس برو حاضر شو، دونه یکی یکی سر میرسن. من در باز میکنم. بله؟ من یه مهمون نخوندم. بفرمید. اینم پلاک 35. اینقدر دو دل نباش. ایشالله خیره. کاش زبون داشتی و میگفتی تو دلت چی میگذره. چرا ناراحت بشم؟ اتفاقا مهمونی امشب به خاطر همینه. تارا میخواد نظر همه رو بدونه. من زیاد باش حال نکردم، ولی بین آدم های کتاب یکیشون معرکه است. ماما کی؟ همونی که مثل خودمه و آدم آدم واسش تصمیم میگیره. روژان؟ محشره مامان، محشره. سلام. چه اینجا واسدین؟ والا چی بگم؟ درو باز نمی‌کنن. باز نمی‌کنن؟ بفرما. بودو بودو آخرش هم من پشت ده. خب دیگه تو بول نگیر. پیاده شو. مگه میشه نباشه؟ تلفنشون هم جواب نمیده. عجیبه. اینا دیگه ماما. کجا میری؟ کجا میری؟ زشته، بیا پایین. میافتی.
میبینید تو رو خدا دختره این دور زمونه دیوار راست هم میرم. مامان از تو صدای ناله میاد. ناله؟ چی؟ سلام ترانه جان، منم توت فرنگی. اگه از ذهنت پاک نشدیم با شماره 69-218-42 تماس بگیر. دوست همیشه گیم دارم. سلام ترانه، خواهش میکنم اگه از سفر برگشتی با من یه تماس بگیر. غزاله دلش برات تنگ شده. متشکرم. الو، سلام ترانه، خواستم بدونم دعوتنامه به دستت رسیده یا نه. به خاطر روژانم که شده گذشته رو فراموش کن. همیشه به یادت دارم. تارا. سلام خانم ناصر، من از طرف تارا تماس میگیرم. اتفاق ناگواری افتاده. خواهش میکنم با شماره 09-239-89-64 بریان تماس بگیرم. شما حالتون خوب نیست؟ نه چیزی نیست. اون چه بلایی سرش اومده؟ تیر خورده اینجاش. ببخشید شما منو نمیشناسین. اما من شما رو خوب میشناسم. تارا تو کتابش راجع به شما خیلی نوشته بود. طبیعت فرنگی. خوندینش؟ من مسافرت بودم. پلیس معتقده که قضیه مربوط میشه به گذشته و اون کتاب. بهتره بخونینش. شاید بتونین تو پیدا کردن حقیقت به ما کمک کنین. شما پلیسین؟ خانم موسوفی، یک لحظه تشریف بیارید. عذر می‌خوام.
روجان دختری بود از دیار آبی کردستان و ترانه روحی لطیف داشت با قلبی مهربان. روجان پرستوی ناآرام عاقبت در افق سرزمین پر رمز و راز مادریش گم شد و ترانه زیباروی با عبور از دریاهای نیلگون در دیار غربت سکنا گزید. این یادداشت‌های پراکنده را به آن دو پیشکش می‌کنم که همیشه یادشان در کنار من است. چه خبرته؟ روشان دوباره زنگ زد. گفت به زورم که شده ببرمه. جواب تو رد چی بدم؟ نمیذاره. خب لوسش کردی دیگه، به بزرگترش زور میگه. اگه داداشو کوچیک‌تر داشتی این حرف رو نمیزدی. حالا این داداشی حرف حسابش چیه؟ خودش بپرس. باز اومدی مخو ترانه رو بزنی؟ ترانه؟ ترانه مگه مخم داره؟ جایی که داریم میرین امنیت نداره. سر آدم ها مثل قوطی کنسرو میبرن. دورج کن، ما فقط داریم میریم عروسی، همین. میدونم، عروسی تو تیر و تفنگ. بهت نمیاد اینقدر ترسو باشی؟ ترسو نیستم آبجی، دلواپسم. آبجی اون بالاست، بهتر فقط نگران اون باشی. من و ترانه و روژان به هم قول داده بودیم که بعد دانشگاه هم از هم بیخبر نمونیم و غم و شادیامونو تقسیم کنیم. اما حالا که جشن عروسی روژان برپا شده، برادر ترانه به خاطر یه عشق کور اونو از اومدن منصرف کرد. میترسم این عشق کور در نهایت باعث فاصله من و ترانه بشه. بهتون تنه ای ببینیم. سلام علیکم، دیگه اومدم. ببینم دختر، تو مطمئنی این داداشت سلامته؟ یه چطور مگه؟ چی شد که خودش آورده؟ تو نمیدونی. ترون کشیدی اینجا که بخ کنی؟ آخه مگه این حیوان چشه که تو ناراحتی؟ کچل نیست که هست، شکمش گنده نیست که هست. ببینم این مونگول داداشی چیزی نداره ما هم تورش کنیم؟ ترانه تو هم وقت گیر آوردی. آخه تو برو ببینش، روژان خیلی خری اگه زن این بشی. من زن پولش میشم. اون باباش انقدر پول ریخت و پاچ کرد تا چشمای داییمو کور کرد. خب تو چرا چشاتو بستی؟ تو داری زن کسی میشی که... نه، جلال امروز میاد، من مطمئنم. پسرمو کله خرت؟ آخه تو دلتو خوش کردی به کی؟ به کسی که سالها غیبش زد و رفت اونور مرز؟ اصلا از کجا معلوم که تو حالا 8 زن عراقی نگرفته باشه؟
این خبری نیست که به گوشش نرسه. هرچی باشه اون از بچگی صاحبمه. صاحبته؟ مگه تو بوزی دختر؟ روژان تو زنی هیچ کدومشون نباید بشی. اصلا با خودمون میبریم تهران. از اینجا فقط جلال میتونه نجاتم بده. از دست جلالم فقط خدا. اطرافو تکون نخوریم. کجا؟ عروسی؟ پایین. ما واسه عروسی اومدیم. مهم هم نیست روژان زنی چه خری بشه. چرا ساکتی روژان؟ خبش بگو که دوستش نداری. خجالت نمیکشی از سن و سالت؟ آخه تو جوی باباشی. تو خیال کردی هیچ زنی به زور اسلحه راضی به زندگی میشه؟ حالم از مردی به هم میخوره که به زور محبت زنی رو بخواد. روژان اگه بمیرم زن قلدری مثل تو نمیشه. مگه نه روژان؟ بیا پایین. گفتم بیا پایین. من جلال نیستم. اگر ارباب بود مغز دوتا تونو میدخ کف ماشین. نمی آی پایین؟ اگر گورتونو گم نکنین به جای شیشه مخ روشانو بتره کنم. جنازه این من رد بشه غول بیابونی. باشه خودت خواستی. وایسا بلند شو حرکت کن دیگه. بلند شو قربتی. گفتم را بیفت. آره بیا کنار. چرا معطلی؟ یالا دیگه. آره خونت گردن خودتا. اگه مردی را بیفت. نامردی اگه را بیفتی. باسته میشمارم حرکت بکنم ها. یک بلند دو بلند شو سبا سه حرکت کن دیگه. با تهران تماس گرفتیم. خوشبختانه هویت شما تایید شد. در ضمن خدا رو شکر کنید که گیر اشرار نیفتادید. اونا با یه تیر خلاصمون میکردن.
بهتر از این همه سینجیم شماست. ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم خانم. این هم وسایلت. در ضمن این دفترچه خیلی به ما کمک کرد تا حرفاتون رو باور کنیم. بفرمی. حالا تو این شهر هتل پیدا میشه؟ اینجا منطقه جنگیه. اما آقای فرماندار دستور دادن بفرستمتون هتل 20 ستاره‌ای که آسمونش پر از ستاره است. برای یه شب موندن بد نیست. میتونم باهات بیام؟ از که تا حالا سیگاری شدی؟ خیلی عوض شدی. اصفهان خوش گذشت؟ دخترمون غزاله دلش برات تنگ شده. یعنی به اندازه یه مرده هم ارزش نداریم که جوابمونو بدی؟ این دوستت که سالا پیش برات مرده بود چی شد که یهو سر از مراسم شوهرش در آوردی؟ یه سوال، اگه من بمیرم چی؟ سر قبر منم میای؟ خواهش میکنم تنها بذار. تو چت شده؟ دنبال چی هستی؟ آرامش. میخوام تنها بشم. باشه. من چشای اون سردار اشتباهی کور کردم، در صورتی که باید چشای تو حرمزاده رو میگرفتم. شما جلال این مار زخمی که از زندون خزیده بیرون واسه انتقام. ببین من بعدم تماس می‌گیرم. خداحافظ.
سلام. حال مریضه چطوره پرستار کوچولو؟ دکترها میگن یکی دو بار دیگه باید جراحی بشه. شنیدم شما مدت فرانسه بودید، درسته؟ پاریس شهر قشنگیه نه؟ بفرمایید. مرسی مادمازل. امان از این سوال و جوابا، آدم رو کلافه میکنن. سلام. سلام. سراغ شما نمیمدن؟ کیا؟ پلیسا. سراغ همه کسایی که اسمشون تو اون کتابه میرن، به همه مشکوکن. من، شما، حتی مادرش. مادرش؟ اون شب اونم دعوت بوده. پلیسا میخوام ببینن رفته یا نه. خیلی بامزاست. یعنی فکر میکنن کار اونه؟ نمیدونم. برای منم سواله. نمیدونم چرا تو این شرایط هم حاضر نیست بیاد به دیدنش. یعنی اون کینه کهنه و قدیمی هنوز زنده است؟ برای من هیچی کهنه نمیشه. انگار همین دیروز بود. تارا چشمشو دوخت تو چشم منو گفت. من تصمیم خودم رو گرفتم. میرزا. بله خانم. میرزا یه جوری تقسیم کن که به همه برسه. اصلا دلم نمیخواد هیچ کس ناامید از این خونه بره. چشم خانم. بیا تو دختر. نمیدونی چقدر خوشحالم کردی که اومدی. چقدر دلم برای این خونه، حوض آبیش، ماهی های قرمزش تنگ شده بود. من و روژان و تارا، چه روزگارایی داشتیم اینجا. غم پسرم من بود و اون دختر زمین گیرم که اون دختر الان به شما احتیاج داره. خبر دارین چی شده؟ لابد شما حالا اومدین بپرسین که من اون شب اونجا بودم یا نه. دعوت بودین؟ به سرکرده پلیس هم گفتم. اول میخواستم برم، ولی بعد مثل همیشه پشیمون شدم. اون دختر منو به یک غریبه فروخت. من از یک مادر براش کم نبودم. دیگه غریبه ای در کار نیست. فرهاد. بهرام. بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. این باعث مرگ خیلی ها شد. یکیش پسر من. سلام عزیز. سلام پسر گلم. به دامادی محمودم خوش اومدی.
نصیحت میگم مادر. مادر؟ این به من میگه مادر؟ من مادر قاتل پسرم هستم. تو خجالت نمیکشی منو مادر صدا میکنی؟ اومدم بگم که کی چی؟ جونشو که گرفتی دیگه بس نیست. کی مغزشو شستشو داد؟ کی مرتب از بهشت و دوزخ براش گفت؟ کی فرستادش مجنونانه وسط دل دشمن؟ من فقط دوست محمود بودم. تو فرماندهشم بودی؟ تو فرستادش جلو؟ چرا خودت نرفتی؟ چرا شما هیچ کدوم هیچی تو نمیشه؟ چرا واسدین؟ چرا واسدین؟ یعنی اینو بگذاری بیرون از این خونه؟ برو بیرون، برو بیرون. اومده به تسلیت بگیر نمک رو زخمش بپاشی. سلام. سلام. کاری که میخواستی کرده دیگه، برو دیگه، برو آقا. تو برو بچه، برو تو، برو. چرا وایسادی؟ برو تو گم کن. چه برو؟ سلام آقا فرهاد. شب وصل است و طی شد نامه هجر. سلامم بر تو ای ماه پریچهر. شما معلومه چی میگی؟ درد عشقی کشیدم که مپرس، طعم هجری چشیدم که مپرس. از میان دختران تهران دلبری برگزیدم که مپرس. گاهی عاقل گاهی دیوونه میشی، گه آشنا و گه بیگونه میشی. کی هستی و چی هستی فقط خدا میدونه. حل این معما منو. سلام. آقا فرهاد شما این؟ بابا ببخشینا، شرمنده بود خدا. بابا ما کلیچ آب کردی که مگم یکم دیگه آب نرختی. سلام خانم، ببخشینا، شرمنده. منو پرده دیبونه. من اومدم بابت رفتار اون روز مادرم ازتون معذرت بخوام. بهشون حق میدم. مهر مادر به فرزند نیازی به عذرخواهی نداره. محمودمون میگفت گل نماد مشروقیت خداست. اینو برای شما. به
نظر من گل و زن از یه جنسن، اینطور نیست؟ اینو به حساب تعارف بذارم؟ حقیقت که توت فرنگی نیست تعارفش کنن تارا خانم. توت فرنگی؟ مادرت میدونه هر روز میری بیمارستان با قاتل پسرش خوشو بهش میکنی؟ از چی داری حرف میزنی؟ اگه عرعر کردم خیال میکنی خرم؟ من اگه اونجا میرم فقط به خاطر اینکه از محمودمون بیشتر بشنوم، همین. پس بهتره گوشتو باز کنی از منم بشنوی. بعد از مراسم چهلم داداشت میام خواستگاری. جواب مثبت بود بود و الا ولو چی؟ کاری که عراقی‌ها با محمود کردن رو با اون میکنن. پای دیگرون رو به میون نکش. گور بابای دیگرون، اصلا گور بابای همه. به هر بای خاک آقام، اول تو رو میکشن بعد خانم. میتونی امتحان کنی؟ محمود ای برادر ناتنی که از هر برادر تنی برام عزیزتری، ای سنگ صبور تنهایی من کمکم کن. تو از فرهاد برام زیاد میگفتی، حالا بگو آیا من اشتباه میکنم یا مادر داغ دارد؟ ببین عزیزم، رفتی تو به مامان بگو دلم برات تنگ شده، میخوام بیام پیشت. بودو بریم عزیزم. سلام. سلام. میتونم بیام تو؟ فرصت داری که با دست خودت چشاتو کور کنی، ولی مجبور میشم چشای زن دخترتو کور کنم. اینجا رو یادته؟ ببین این منم، این توی، اینم خانم سماوات. بهش میگفتیم حاج خانم مقرراتی. اون روز فوتبال یادته؟ چقدر خندیدی. اینم زهرا حسینی کنار تیربار. یادته چقدر از سوسک میترسید، قش میکرد؟ عجب روزایی بود، وای. تارا، تو بعد زود خوب بشی و بگی که این بلا رو سرت آورده. تورج رو یادته؟ گفتی دعوتش کردی؟ اومد؟ تورج شما از جنازه برادر منم دست بر نمیدارین؟ پلیسا بیشتر از هر کسی به اون مشکوکن. شما یا پلیسا؟ متاسفم که اونو نمیشناسید. دیدمش سالها پیش، همون موقع که اومده بود تارا رو بکشه. این مال سالها پیش بود. اصلا نمیفهمم تارا چرا باید اونو دعوت کرده باشه. به همون دلیلی که شما و شوهرتون رو دعوت کرده بود. شوهرم؟
بود. اومده آمانه این گوبیش ببینم این سر عزیزی دلم حالی چطوره؟ خوبه گوبیش دلت برما مانده نشده بود؟ تنگ شده بود بابات کجاست؟ چه عجب یادی هم از باباش کردی؟ تو برو بازی تو بکن عزیزم بودو برو تو اتاقه بودو باری کنه دخترم خیلی ممنون که دعوت ما پذیرفتی اینجا خونه کیه؟ سندش اینجاست یه معجزه دیگه از قول چراغ جادوت به مناسبت 14 سالگرد ازدواجمون من نیومدم که تو جشن سالگرد ازدواجمون شرکت کنم میخوام بدونم اون شب تو مهمونی تو بودی یا نه باید فکرشو میکردم دیگه اونقدر برات اهمیت ندارم که حتی یه شام با هم باشی اما تو هنوز همسر منی میفهمی؟ بودی یا نه چرا اینقدر برات اهمیت داره؟ دعوت بودم نرفتم اینو که قبلا بهت گفتم خیلی جالبه. همه برای مهمونی دعوت بودن اما هیچ کس نرفته. معلوم نیست کی راست میگه کی دروغ. همه راست میگن الا من. مثل همیشه. باشه. تو درست فکر میکنی عزیزم. آره. اون شب من اونجا بودم. اونا رو من کشتم. فرهاد رو من کشتم. اونو کشتم. چون جوونی و چشاشو به خاطر من و همسال من از دست داد اونو کشتم چون یه تار موش به صد تا جونوری مثل من و همسال من میارزید آره اون جانباز قهرمان جنگ و من کشتم زنش هم من به اون روز انداختم میدونی چرا؟ چون هیچ وقت به خاطر کور بودن شوهرش اعتراض نکرد چون عاشقونه زندگی میکردن خیالت راحت شد عزیزم؟ چرا انقدر فکر میکنی که من مزخرفم؟ تو چت شده ترانه؟ چرا انقدر به من بد بینی؟ شدم دولت زن آمد و من دولت بازنده شدم پوشک بچه است برا ببین تورج خان آخر عشق و عاشقی یعنی چی؟ یعنی پوشک بچه عروس رفته گل بچینه حالا حالا هم نمیاد تو هم که همش زده حال بزن تو زمونه ای که گوشت یخزده استرالیایی کیلویی شده 180 تومن دل خوش سیری چند تاریخ مصرف دولت عشق تموم شده عزیزم به ما که رسید تموم شد ها چطور اون موقعی که می‌خواستی مخ خواهر ما رو بزنی صد بار این جاده سنندج تهران رو گز کردی ما با هم حرف زدیم شرایط هم رو شنیدیم بعد تصمیم گرفتیم نه
مثل تو یه عشق کور و احمقانه و یه طرفه. ببین تورج خان، رو پیشونی من نوشته بود ترانه. اگه رو پیشونی تو هم نوشته باشه تارا، همه چی حله. کی فکر میکرد من ترانه زندگیمو تو جاده‌های کردستان پیدا کنم؟ نکنه اینا هم خواستگار باشن. بیرونشون کردین؟ آره، جوری که دیگه پشت سرشونم نگاه نکنم. ولی این کار درستی نبود. انتظار داشتی دستتو بذارم تو دست قاتل محمود؟ نه، اما انتظار داشتم حداقل جای من تصمیم نگیرین. عجب روی، بازم برگشتن. آره یا نه رو بعد از این خودم میگم. اجازه از توت فرنگی وحشی؟ یو. خبر من اومدن. آره تو گفتی، منم باور کردم. حالا که چی؟ هیچی، همه رو برق میگیره، ما رو چراغ پوشی. معذرت بخوام تمومه؟ شانس ما رو خواستگار نیومد، نیومد وقتی هم تو اومد از روی توفش. به اندازه کافی خانواده دیچار بار خانواده من کردن. کسی که پاشو از گیریمش درستر میکنه هم بشه. حالا نگهدار، کارت دارم. معلومه تو این وسط چیکار میکنی؟ این بار من اومدم خواستگاری. این پمرم از گوشت در بیار که با یه شاخه گل و چهار تا سکه و یه سفر مشهد بتونی قال قضیه رو بکنی. خب؟ جواب؟ آره یا نه؟ بذار از منطقه برگردم با هم حرف میزنیم. منطقه بی منطقه. اول جواب میدی، بعدم هر جایی خواستی بری با هم میری. در قید بهش و جهنمش هم نباش. همین الان باید بگم؟ آره. یا سوار این ماشین میشی به سلامت میری، یا که یا چی؟ یا هم برمیگردی و سفارش سروسا تعرسی رو تصمیم با خودت جناب فرمانده. دوست ندارم به خاطر من در مقابل مادرت قرار بگیری. بلد نیستی بگو داماد دست گل بچینه. یه بار دیگه میپرسم، آره یا نه؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ میدونستم میای اینجا. اونا رفتن.
همه چی تموم شد. برای من هیچی تموم نشده. هیچی! آروم باش نورنجا، خواهش میکنم. اونا دیگه الان زن و شوهرن. تو باید بتونی فراموشش کنی. اون با من بازی کرد. اون دوسته چرا این بلا رو سر من آورد؟ اون همه امیدهای من رو نامید. اون آخه گریه کن، بلند گریه کن، بذار چی تو دلت بریزه بیرون. اینقدر گریه کن که بتونی فراموشش کنی. برای من هر طور شده اینا رو پیدا میکنم، زیر سنگ هم باشم پیداشون میکنم. حالا ببین تورج، قشنگ میزنم. اینا رو سوار کردن تا اونجا برات بزنم. جالبه. عروسی توی جنگ. بگو زندگی توی جنگ. هیچ وقت فکر میکنی ما اثر تو کردستان باشه. کردستان. خدایا. این چه سرزمین پر رمز و رازیست. سرزمینی که عزیزترین ها را از من گرفته و به من هدیه کرده. محمود. روژان. فرهاد. اینجا همه چیزش متفاوت است. آدم ها، کوه ها، حتی ستاره هاش. تو چیزی گفتی تارا؟ نه. گفتی ستاره. ستاره. هیچ وقت آسمون رو اینقدر پر ستاره ندیده بودم. قشنگی آسمون به ستاره هاشه. شنیدی اگه یه آدم بمیره یه ستاره پایین میفته؟ نه دروغه. من دلم نمیخواد هیچ ستاره‌ای به زمین بیفته. خب بالاخره ستاره‌هام عمر دارن. مثل آدم ها. مثل محمود. آخه شماها چرا اینقدر دوست دارین همش از مرگ و شهادت حرف بزنید؟ فرق بین مرگ و شهادت در همین دوست داشتنشه. فرهاد. موافقی هر وقت از هم دور بودیم تو آسمون به ماه نگاه کنیم؟ چرا؟ اینجوری هر چقدر از هم دور باشیم باز نگاهمون تو هم. ساعت 11 است. قرارمون هر شب همین موقع. قبول؟ قبوله. چقدر عجیبه. چی عجیبه؟ هتل بی ستاره‌ای که آسمونش پر از ستاره است. من و ترانه یه شب اینجا خوابیدی. اینجا؟ من الان برمیگردم. من باید برم. چی؟ نیومدی میخوای بری؟ تو مستقر شی من برگشتم. قضیه خیلی مهمه.
من که اینجا کسی رو نمیشناسم. اینم خانم سماوات، با همه آشنات میکنم. پیاده شو. خوش اومدی. اینجا محل سکونت همسر رزمنده هاست. ما تو کارهای پشت جبهه بهشون کمک میکنیم. باید به محل سکونت جدیدت عادت کنی. اینم اتاقت. اینجا رو خواهرها برات آماده کردن. چطوره؟ عالیه. سلام خانم ناصری. مامورا تورج رو بردن. مامورا؟ کجا بردن؟ حبیب خبر داره. خودش هم به خاطر این موضوع قاطی کرده. تورج. تورج رو کجا بردن؟ هواخوری. زیر 8. چه میدونن؟ بردن ازش حرف بکشن. اینجا رو مامورا به هم ریختن؟ نه خیر خانوم، خودمون تغییر دکوراسیون دادیم. واسه تنوع قشنگیه. ایرادی داره؟ نگفتن کجا میبرنش؟ واسه شما فرقی میکنه؟ خانوم داداش شما قاتله. زده یه سردار جنگو کشته. سردار جنگ. شما ماموری؟ نه، ایشون فقط میخوام بدونن تورش رو مهمونی بوده یا نه. بله بوده. اسلحه رو برمیداره و میکوبه تو سر سردار و زنش. اینجوری. تو چته؟ شریک جرمم. خواهش میکنم منو ببرین پیشه. آقا، باور کنین من پلیس نیستم. باور میکنم. ولی چرا شما باور نمیکنین؟ شما، اون پلیسا. چی گفتی که باور نکردن؟ اون شب جلو در خونه نظرش برگشت. هرچی اصرار کردم گفت نه. میدونستم وقتی میگه نه یعنی نه، ولی اونا زدن تو گوشش. میدونی چرا؟ چون نمیتونه حرف بزن. تو حالت خوش نیست؟ زودتر زنگ زده بودی که میای دیدن تورج. یه لحظه هم نمیذاشتم اینجا نگهت دارم. برای تورج یه کاری بکن. قوله چراغ جادو تا چند روز دیگه اونم آزاد میکنه. مطمئن باش. بریم.
سلام، خوش اومدی. بفرمایید. شما همه مراجعینتون گریه میندازین؟ اونا گریه هاشون رو میارن اینجا. منم اسم اینجا رو گذاشتم دفتر امور ناله و شیون. شدیم سنگ صبورشون. فقط همین؟ واقعیتش اینه که وظیفمون چیز دیگه است. اما اینقدر مشکلات زیاده که کاری از دستمون بر نمیاد. هر چند وقت یه بار میاد شوهر موجی و بچه هاشو میذاره اینجا و میره، اما دلش طاقت نمیاره، یه ساعت بعد بر میگرد. از نظر من سردارای جنگ اینا هست. این تارا. هرچی بیشتر کتاب تارا رو میخونم میبینم با تارای بعد از ازدواج قریبم. اومدم شما برام بگی. تا حالا عاشق بودی؟ عاشق؟ وقتی خبر شهادت مجید رو به هم دادن، تازه یه سال و پنج ماه از زندگی مشترکمون میگذشت. خیلی وقتش هم با هم نبودیم. یه بار حساب کردم، دیدم درست 284 روز با هم زندگی کردیم. فقط خدا میدونه چه حالی داشتم. سه روز بود هیچی نخورده بودم، هیچ کس رو نمیدیدم، با هیچکی حرف نمیزدم. دلم میخواست اینقدر تو اون وضعیت بمونم که بمیرم و برم پیشش. تو این شرایط بود که تارا رو دیدم. تارا منو نجات داد. همون زنجیر باف؟ بله، زنجیر منو بافتی؟ بله، پشت کوه انداختی؟ بله. بابا اومده، چی آورده؟ نخود چیکیش میش؟ بخور و بیا. با صدای چی؟ با صدای قلب. تاپ 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 تاپ. وقتی بچم دنیا اومد با این بپوشونش تا سردش نشه. وقتی حمومش میکنی اینو تنش کن. خیلی مراقبش باش سیمی. پسرم یه وقت نچون. این کلاهو سرش کن تا سر و گردنش حسابی گرم. این دستکشای خوشگلم مال دستای کوچولوشه. نذار زیاد بهش عادت کنه. فقط هر وقت گریهش گرفتین و بهش بده. دلم نمیخواد پسرم هیچ وقت گریه کنه. وقت خوابیده زیاد سر صدا نکن. اما وقتی بیدار شد اینو بده دستش تو سرگرم بشه. اینم سجادش. دوست دارم بچه‌ات که بزرگ شد.
اولی نوازش روی این بخونه. اینم واسه خودت. دلم نمیخواد هیچ وقت سیاه بپوشه. تو کی هستی؟ تارا. ولی دوستان توت فرنگی زد. فرهاد میگه از سکونت دائمی خبری نیست. زندگی رزمنده ها مثل پرستو هاست. اما من گویی مدت هاست با این مکان آدماش رفاقت دارم. آهای توت فرنگی، کی گفته بدون اجازه سر پست من باستی؟ کسی از تو انتظار نداره با اون شکم نگهبانی بدی. بسه دیگه، تو پاشو برو، من خودم نگهبانی میدم. حالا این نگهبانی اصلا به خاطر چی هست؟ سر کاریه. خانم سماوات میگه واسه آمادگی، اما من هر شب ستاره ها رو میشمارم. میشمارم که یه وقت کم نشه. خیلی خوشحالم که از اتاقت زدی بیرون. آخ تو رو خدا لگد نزن. من که پام اینجاست. با تو نیستم، با این فسخلی هم بروجک جفا میره. حالا اسمش چی میخوای بذاری؟ اسمش از آسمون میاد. سهیل. مجید خواب دیده بود پسره. کجا نگاه میکنی؟ نترس، ستارهای تو رو کش نمیره. من و فرهاد قرارمونه هر شب ساعت 11 به ماه نگاه. سلام پدر جان، کسی با من کار داشت؟ آره اونجاست. آج خانم شدی؟ یادت بهت گفتم اگه این کارو بکنی یا خودم رو میکشم یا تو رو یا هر گوسفندی که این وسطه. آره حالا انتخاب با خودته، من، تو یا اون. من. باشه. خواهش میکنم آروم باش. خب میخوای چی کار کنی؟ حرف بزن. چقدر عصبی هستی؟ اتفاق نیفتاده که. تورنج ناصری کجاست؟ اونجاست. فرهاد
فرهاد. خدا آدمای عاشق دوست داره. ولی شرط داره. سرتو بیار بالا. تو اسارت باهاش آشنا شدم. میگفت واسه جنگ نیومده بود جبهه. واسه دعوا اومده بود. ولی هیچ وقت نگفت چه دعوایی و با کی. میگفت دنبال گم شدم اومده بودم که یه دفعه خودم هم گم شدم. اوایل اسارت نه با کسی حرف میزد، نه با کسی کنار میومد. خودش بود و این کتاب. ولی یه روز که عراقی افتادن به جون اسرا، یه دفعه از کوره در رفت. پرید وسط معرکه. به خاطر همین خیلی کتکش زدم. بعد از اون شد سپر بلای بچه ها. انقدر به خاطر ما با عراقی ها در افتاد و سر اونا داد کشید تا بالاخره زبونشو بریدن. بعد از اون بود که شد یه تورج دیگه آروم شد، رفت تو لاک خودش. ما 7 سال زیر یه سقف اسیر بودیم. باور کنین اون حتی آزارش به یه مورچم نمیرسه. خواهش میکنم آزادش کنیم. اگرم قراره اینجا بمونه باشه، منم بندازین مثل اون دوران تو سلولش. خواهش میکنم. اگر روزی قیامت لخم می تو خبر نیرم عزیزم، وفا نیرم صفا نیرم عزیزم، ولی کی باشم حکایت. بهتون تبریک میگم خانوم، دخترتون چشای قشنگی داره. چشاش عین غزاله. من اونو دزدیدم. به شوهرتون امیر که اسم مستعار شهابه بگید مهلت به پایان رسید. حالا وقتشه که بین چشای خودش و دخترش یکی رو انتخاب کنم. غزال، غزال، مامان، غزال، غزال.
غزاله کجاست؟ زندگی یعنی خوشبختی، خوشبختی یعنی پول، حساب بانکی، سفر خارج. پرسیدم غزال کجاست؟ من پای سفره عقد کسی میشینم که قول چراغ جادون باشه. تو به آرزوات رسیدی، اما من باید تاوانشو پس بدم. من نیومدم مزخرف بشنوم. این بازی رو تموم کن، بگو دخترم کجاست. دخترم؟ حالا دیگه شد دختر تو؟ تو واقعا غزل رو دوست داری؟ اونقدر دوست داری که بتونی چشاتو براش بدی؟ آره؟ ولی من حاضرم، چشامو بستم و دارم تمرین میکنم. میخوام خودمو برای یه عمر زندگی تو تاریکی آماده کنم. زندگی تو سیاهی سخته، نه؟ زندگی با یه آدم کوچی. میتونی تصورشو بکنی؟ تارا فرهادو سالها تحمل کرد با عشق، اما من مطمئنم تو حتی یه روزم تحمل نمی کنی. بول چراغ جادو بودن خوبه واسه یه برآورده کردن آرزوها. اگه درد سر داشت میشه اخ. شوهر کور واسه آکاردون زدن تو خیابونا خوبه. تو چته؟ جون غزال، پس یه دفعه هم که شده حقیقتو بگو. اون مرد کیه؟ برای چی تو رو شهاب صدا میکنه؟ همون که چشای فرهادو گرفت، حالا هم چشای منو میخواد. شوهر دوستت روژان. شوهر روژان؟ برای چی میخواد کورت کنه؟ چون چیزی رو دیدم که نباید میدیدم. تنها شاهد قتل اونا من بودم. جرم این چشای اینه. نیست نگفتی؟ به خاطر تو غزال. ببین، میترسم چشای غزالمو مثل این کور کنه. واسه همین بود که نشسته بودی فیلم عروسیمون تماشا میکردی؟ نگران نباش، باش حرف زدم. فردا میرم پیشش و همه چی رو تموم میکنم. ترانه، ترانه، فردا غزاله پیشته. باور کن. باور کنم؟ چی رو باور کنم؟ بعد 13 سال زندگی مشترک هنوز نمیدونم اسم واقعیت کدومه. شغلت چیه؟ امیری، یونسی، شهابی، قاچاقچی هستی یا مدیر کلی؟ تو چی هستی؟ یه پدر که فردا به خاطر دخترش چشاشو از دست میده. هر وقت دلش میگیره میاد اینجا. آخه میدونی بابا مفقود الاثره. فندک دارید؟ تو بمون. وحشی که خلبت تو به هم زده، اما من احتیاج به کمک دارم. منم اومدم اینجا که
کمک بگیرم. بچه‌ام رو دزدیدن. شوهر روژان. شوهر روژان؟ روشان. سلام روشان. اشتباه گرفتی خانم جون. اون اسمش گلنساست. منم تارا. خواهش میکنم جواب بده. اون حرفی نداره که به تو بگه. حرف بزن روشان. واسه چی گرفتنت؟ اینو یادت میاد رو جان؟ یادگاری که به منو ترانه دادی؟ بده من بهش میدم. چیکار میکنی؟ چیکار داریم؟ روژان، روژان فد میکنم. کمک کن روژان. روژان کمک کن. روژان کمک. روژان بازداشتگاه. رفته بودم دوستمو ببینه. اینجا تشخیص دوست و دشمن کار ساده‌ای نیست خواهر موسوی. اما اون روژانه، دوست دانشگاهی منه. دوست دانشگاهی شما حالا یک جاسوسه. من باید ببینمش. اون باید با هم حرف بزنه. شما دیگه اونو نمیبینید. حالا بفرمایید. در زم رفتار دیشبتون رو به ستاد گزارش میکنم. داری میری؟ تو بیداری؟ تو این مدت هر وقت که میرفتی بیدار بودم. اما این بار؟ این بار یه عملیات برون مرزیه. ممکنه. ممکنه چی؟ چشماتو ببند. خواهی رفتنتو نبینم. باشه. از یک تا پنجه بشمار. پنجه بعدش باشه واسه دیدار. یک،
دو. سه. چهار. پنج. شش. شما که میگفتی خلاف مقررات نمیشه دیدش. این بار فرق میکنه. شاید تو بتونی ازش حرف بکشی. هی، حاج خانم. یادت باشه دفعه بعد حتما خفت میکنم. اینم بگیر. برای چی؟ کار از محکم کاری عیب نمیکنه. برات اسلحه آوردم. اول منو بکش، بعد نگهبانو، بعدم هر کسی که خواست مانع فرارت بشه. بیا. اما قبلش با هم حرف بزن. تو چرا لباس دشمنو پوشیدی روشان؟ چرا؟ کی فکر میکرد یه روز توت فرنگی چادر سرش کنه و زنی یه پاسدار بشه؟ باشه، من میشم همون تارای قبلی. بیا حالا خواهش میکنم تا همون لباس کثیف از تنت در بیار. روش سردم تارا، سردم. تو داری گریه میکنی؟ بیرون داره بارون میاد. چیه؟ دوست داری بری زیر بارون؟ یادته؟ شبی که آنا کارنینا رو خوندی چقدر زیر بارون راه رفتیم و گریه کردیم؟ این صدا اذیتم میکنه. یعنی چه اتفاقی افتاده؟ جلاله او به خاطر من هر کاری میکنه. میدونم چی میخوای بگی. هنوز اسمی براش انتخاب نکردم. تو داری میلرزی، حالت خوب نیست؟ من خیلی وقته که حالم خوب نیست. از وقتی که به زور ازدواج کردم و این لباس رو تنم کردم. میخوای بغلت کنم؟ کاش ترانم اینجا. مثل اون روزا بخون تا دوباره گرم بشی. خواب حافظ عزیزه، رو لای لای عزیزه والا. بری کنار. بریم روشان. هم بلند شو روشان. آروم باش. به اون کاری نداشته باش. بریم.
خواهش. پس جلال کو. بریم تا بهت بگم. من نمیام. نمیای؟ جلال بگو خسته شدم از این زندگی، از این وضعیت، از این در بدری. بگو من دیگه نیستم. جلال! کجای جلال؟ همونطور برو جلو. وایستا. چشاتو بستی؟ بازش کن. حالا داد بزن. اونقدر بلند که همه شهر بشنوه. بگو من شهاب جاسوس عراقیام. آروم با جلال. دخترم کجاست؟ دنبالم بیا. چیه؟ حوض کردی؟ دوباره برگردی زندون؟ من تاوان خیانتمو پس دادم. ببین این موها تو زندون سفید شدن. ولی تو چی؟ ما به اندازه هم گناهکاری. نه تو خیلی کثیف‌تر از منی. تو روژان منو کشت. دروغه. وقتی اون کتاب رو خوندم و فهمیدم روژان در آخرین لحظه اسم مستعار تو رو به زبون آورده، از خودم بدم اومد. این مزخرفات رو یه بار دیگه تو اون مهمونی شنیدم. گفتی اشتباهی انتقام روژان رو از فرهاد گرفتی. حالا که قاتل روژان مقابلته، چرا معطلی؟ یالا چشاشو کور کن. این بار انتقام روژان رو ازت نمیگیرم، انتقام هر سه شون ازت میگیرم. روژان، فرهاد، زنش. منو با این حرفا نترسون جلال، من آماده کور شدنم. باشه، ولی باید بگی چرا روژانو کشتی. چرا؟ کسایی که به تو دستور میدادن به منم دستور دادن، گفتن اطلاعاتش نباید لو بره. مطمئن کشتیش؟ آره کشتمش، چون مثل تو لاف نمیزنم، عمل میکنم. دیدی وقتی همه چیزو به فرهاد گفتی اونم کشتم؟ اگه اون شب فرار نمیکردی تو رو مثل سگ میکشتم. الانم اگه بتونم از این بالا مثل یه پاره آجر پرتت میکنم پایین. بلی واسه کور شدن عجله داری؟ آره لحظه شماری میکنم. باشه، امیدوارم طاقتش داشته باشی. دارم.
دارم که اینجا. این همونی که باعث چشه اون سردار رو کور کردم. وقتی اسیر شده تو چنگم افتاد بهش گفتم نمیکشمت که راحت شی، کورت میکنم که یک عمر ذلیل زنت شی. بچه شعله رو جلو چشاش چرخوندم که التماس کنه، نکرد. حالا نوبت توی که امتحان پس بدی. من آمادم. مطمئن باش که آرزوشو به گور میبری. این توی که یه شب دیگه توی یه مهمونی دیگه باید التماس کنی حلالیت بطلبی. اما به جای فرهاد از من. از تو؟ آره، چون بازم داری اشتباه میکنی. یه بار دیگه انتقام روژانی را میگیری که زنده است. مزخرف میگی؟ من اونو نکشتم، فقط زخمیش کردم. ولی اون واسه این که از شهر تو خلاص شه شایع کرد که مرده. انتظار داری باور کنم؟ منم جای تو بودم باور نمیکردم. خیلی التماسش کردم که به خاطر جون دخترم غزاله بیاد، اما اون حاضر نشد یه بار دیگه چهره کریه تو رو ببینه. اگه دروغ بگی چشای زن دخترت هم میگیرم. صداشو که میشناسی؟ اون موبایلو بده تا باهاش حرف بزنی. سلام روژان، من پیش جلالم، جون دخترم در خطره، خواهش میکنم باهاش حرف بزن، حتی اگه شده یک کلمه، خواهش میکنم، بیا. الو روژان، الو، این که جواب نمیده. ازش بخوا، التماس کن. روژان صدامو میشنوی؟ الو روژان. بازم گول خوردی. فکر میکردی اون موبایل منفجرشه؟ فکر میکردی به بازی؟ آره، منم فکر نمیکردم شوهر هزار چهرم یه قاتل باشه. چهره یه جاسوس از نزدیک ببینیم. مزخرف نگو، یا دخترمونو برداریم از اینجا بریم، دیگه همه چی تموم شد. صبر کن، تو باید خودتو به پلیس معرفی کنی. چی؟ دیگه همه چی تموم شده. میخوای دوباره همه چی رو خراب کنی؟ گفتی لاف نمیزنی، هر کی چهره واقعی تو بشناسه میکشیش. خب حالا نوبت منه. آره گفتم عمل میکنه. اینم شنیدی؟ بزن قاتل. تو نباید چیزی بگی به هیچکی. پس خودت بگو. مجبورم نکن. مجبور نیستی، کاملا آزادی. منم آمادم. به من بکش. گفتی خول و چراغ جادون باش تا ترانه زندگیت بشن. من شدم، اما تو نه. چطور میشه یه آدم کشه دوست داشت؟ اما من دوستت داشتم. تو دروغ میگی، حتی به خودت. واسه این که تو رو به دست بیارم جاسوس شدم. بازم داری خودتو تبرئه میکنی؟ مجبور شدم آدم بکشم، میفهمی؟ این بازی رو باید تموم کرد. من اومدم. از ما دو نفر یکی باید بمونه.
نمیتونم، دیگه تو رو نمیتونم. تو همه این سالها دوستت داشتم. از یک تا پنجا بشمور، پنجا بعدش باشه واسه دیدار. پنجا، پنجا و یک، پنجا و دو، پنجا و سه، پنجا و چهار، پنجا و پنج، پنجا و شش، پنجا و هفت، پنجا و هشت، پنجا و نه.